حاج آقا همین جا که فرمودین ما شاهد هستیم بعضی از لوایح که ارائه شده از سوی قوه قضاییه حالا یا در مجلس یا در دولت معطل مونده و به سرانجام نرسیده، من جمله مثلا لایحه پلیس قضایی یا بحث قانون جامعه وکالت یا بحث‌های اینجوری. واقعا قوه قضاییه برای اینکه اینها رو به سرانجام برسونه چه بکنه؟ به ویژه حالا من پلیس قضایی رو عرض کردم به خاطر اینکه این یکی از یادگاران شهید بهشتی بود در اوایل انقلاب اسلامی و الان ما می‌بینیم بسیاری از سریال‌هایی که ساخته میشه واقعا اون سربازی که متهم رو میبره خود این دستمایه طنز قرار گرفته. بله اینم یه بحث مهمی است. واقعا این یه مشکلی شده فعلا، بحث لوایحی که از قوه قضاییه میره برای دولت یا برای مجلس گاهی اینها معطل میمانند. همونطور که مستحضرید قانون در واقع ابزار کار دستگاه قضایی است، کما اینکه در خارج از دستگاه قضایی همینطوره، ما خلأهای قانونی گاهی داریم، گاهی مشکلاتی داریم که قانون باید به ما عرض میکنم چارچوب‌های خاص خودش رو ارائه بکنه و ما در چارچوب خاص عمل کنیم. لایحه پلیس قضایی هست، لایحه جامعه وکالت هست و لوایح مشابهین. متأسفانه گاهی اینها در دولت میمانه. به حسب قانون لایحه‌ای که از قوه قضاییه برای دولت میره 3 ماه فرصت داره دولت رسیدگی کنه و این رو بفرسته برای مجلس. گاهی این بیش از 1 سال و 2 سال طول میکشه، مثل این بحث پلیس قضایی. اتفاقا بحث پلیس قضایی بحث بسیار مهمی است. ما نیاز داریم که پلیس که ضابط دستگاه قضایی هست آموزش خاصی دیده باشه و با سابقه باشه، نحوه برخوردش نحوه برخورد صحیح باشه، مشکلات کار بدانه، نه اینکه مثلا سرباز معمولی برای بعضی کارها به کار گرفته میشن. خب به حسب قانون برنامه پنجم ما موظف بودیم لایحه پلیس قضایی رو در همون سال اول به دولت ارسال کنیم و این کار انجام دادیم. متاسفانه مانده، الان یعنی بیش از 1 سال خورده در دولت مانده و اخیرا هم شنیدم که او را از دست و کارم بیرون کردن به عنوان که خلاف قانون اساسی است و این حرف نادرسته. ببینید ما نمیخوایم قضاوت از پیش داشته باشیم راجع به اینکه یک لایحه‌ای که ما داشتیم خلاف قانون اساسی است یا نه. ما البته تلاش کردیم چیزی خلاف قانون اساسی باشه نفرستیم، ولی لوایح ارسالی از قوه قضاییه که جزو وظایف رئیس قوه قضاییه هست، اینها به حسب تفسیر شورای محترم نگهبان باید عیناً فرستاده بشه به مجلس، نباید اصلا دستکاری بشه این لوایح. در قانون اساسی جزء وظایف رئیس قوه تهیه لوایح قضایی متناسب با اهداف جمهوری اسلامی دیدن، تهیه لوایح، نگفتن پیشنهاد لوایح میکنن. و علی ای حال ما باید همه تمکین به قانون کنیم. شورای محترم نگهبان تفسیر کرده این مسئله را و بنابراین نباید در دولت ادعا بشه که یک عرض میکنم لایحه خلاف قانون اساسی هست. البته رأی هر کسی برای خودش محترمه، اما اینکه رئیس جمهور محترم مثلا ادعا کنه این خلاف قانون اساسیه، نمیتونه یه فضای رسمی درست کنه و یه بستر رسمی. تشخیص دهنده یه خلاف قانون اساسی به نحو رسمی نه قوه قضایی است نه قوه مجری است، بلکه شورای محترم نگهبانه. بنابراین لوایح به حسب تفسیر شورای نگهبان و به معنای نص قانون اساسی، لوایحی که از ناحیه رئیس قوه فرستاده میشه باید به ارسال بشه به مجلس بعد از تصمیم البته. و ما نباید محروم بمانیم از لوایحی که برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی لازم هست.